بلافاصله بدون هیچ گونه مکسی و درنگی میخوام از یک کسی که خیلی شما دوستش دارید ولی هیچ وقت دلتون براش تنگ نمیشه، به دلیل اینکه یا روی موبایل میبینیدش یا توی اینترنت میبینید چهرهشو، و اون کسی نیست که بعد معرفیش میکنم، منتها تخلصش یه جوریه که بعضی وقتا اشکالم پیش میاد. مثلا یک پیامی فرستاده بود که شما الان وقتی میرید نماز جماعت حمد و سوره رو خود امام جماعت میخونه و شما از خوندن حمد و سوره معاف هستید، ولی اگر یارانه ها را بردارن باید حمد و سورتون هم چشمتون پورش خودتون بخونه. بله اینا نوشته بود، بعد امضام کرده بود حالو. یه نفر بهش برخورده بود از اهالی آذربایجان، برداشته بود به همون لحجه خودش اسمس داده بود که حالو پدرته، حالو جد و آبادته. فکر کرده بود که گفته حالو وقتی مخابری نماز جماعت باید این کارو بکنی، این اشتباه هم پیش آمده بود. سید رضای عالی پیام متخلص به حالو. بله هر شود که این روزا بحث یارانه و خوشه بندی و خوشه گیری و خوشه چینی و این چیزاست. حذف کردیده است یارانه از نماز جماعت هر کس، فلذا هر کسی خودش باید حمد و سوره بخواند از این پس. این دو بیتی بود که جناب صدر فرمود. اولین خوشه غزه و لبنان، دومین خوشه دوستان یاران، در ته سفره ماند اگر چیزی، سومین خوشه ملت ایران. گر خوشه تا نبود مطلوب، هی فوش نده زمین زمان را. گر خوشه تا نبود مطلوب، هی فوش نده زمین زمان را. یارانه به مهریه بماند، کی داده و کی گرفته آن را. هر شبت که معمولا شما اشعار طنز از من شنیدید، کمتر نثرهای طنز من رو شنیدید. دوستانی که توی وبلاگ من میان خب آشنا هستم. من تصمیم گرفتم امشب یکی از متنهای نثر رو بخونم. دو تا شخصیت من تو وبلاگم خلق کردم از پارسال تا حالا به نام آس و پاس. این آقای آس و آقای پاس هرچند یه مدت به مناسبتی دیالوگ با هم برقرار میکنن و ما یک موضوعی رو نمایش کتاب انتخابات اینم چی تو این دفعه آقای پاس دستگیر شده و آقای آس داره ازش بازجویی میکنه. آس اسم، پاس آس اسم کوچیک، پاس کوچیک. آس اسم بزرگ، پاس بزرگ. یعنی چی؟ هم اسم کوچیکت پاس، هم اسم بزرگت. بسته به میل شماست، کوچیک بنویسید یا بزرگ بنویسید. روز 22 بهمن امسال ساعت 10 دقیقا کجا بودی؟ 22 بهمن هنوز نیومده، چند روز مونده. این مطلب یه هفته قبل از 22 بهمن من نوشتم. خب روز عاشورا کجا بودی؟ منزل خانم والده شله زرد نظری میپختیم. گزارش شده رو شله زرد خلال پسته میریختیم. پس چی باید میریختیم؟ خلال بادوم. خب فرقش چیه؟ فرقش اینه که پسته سبزه. اینجا رو امضا کن. بفرمایید. اینم امضا. روز 13 آبان کجا بودی؟ تو هواپیما بودم. میرفتی خارج؟ نخیر. از خارج میمدی؟ نخیر. پس چی؟ هیچ، میرفتم مشهد.
کی قرار داشتی؟ با امام رضا. منو مسخره میکنی؟ بله. تو هواپیما کیا باهات بودن؟ خیلی ها بودن. اسماشون؟ من نمیدونم. پس کی میدونه؟ شاید آژانس بدونه. پس با آژانس هم همکاری میکنی. بیا اینجا امضا کن. امضا. با چه آژانس ارتباط داری؟ با آژانس تاکسی سر کوچه‌مون، آژانس هواپیما، آژانس قطار. همین؟ سال یه بارم آژانس معاملات ملکی برای پیدا کردن خونه. اونم خونه با در و پنجره سبز. بیا اینجا امضا کن. بفرمایید امضا. این نوار چیه تو ماشینت؟ این نوار نیست، سیدیه. کی توش میخونه؟ استاد شجریان. چی میخونه؟ آواز. احمق، منظورم اینه که چی میخونه؟ میگه تفنگت رو زمین بگذار. به تو چه مرتی که؟ برای چی تفنگم زمین بذارم؟ خب نذار. ولی الان تو گفتی بذار. من نمیگم، ایشون میگن. تو هرچی نبدترش خندیدی که گفته تفنگمو بذارم زمین، تو برش داری؟ به درد من نمیخوره قربان. تو گفتی، منم باور کردم. بیا اینجا امضا کن. بفرمایید امضا. با همسایه بالاییتون چه ارتباطی داری؟ من طبقه آخرم، طبقه بالاییمون پشتبونه. با پایینی چی؟ یه سلام علیک معمولی. چی کار است؟ نقاشه. آه، پس شعارهای رو در دیوار کوچه‌تون رو می‌نویسه. گفتم نقاشه، نگفتم خطاته. پس تو می‌نویسی؟ من خطم خوب نیست. پس من می‌نویسم. من چه خبر دارم قربان؟ من شبا خوابم. شبا خوابی؟ پس کی رو پشتمون الله اکبر میگه؟ قربان من چه میدونم؟ مگه نگفتی خونتون پشتمونه؟ قربان گفتم زیر پشتمونه. فوزیل موقوف اینجا رو امضا کن. بفهمین امضا. وقتی دستگیرت کردیم این کتاب همراهت بود. این چیه؟ انفاضات آقای حالو. از کجا آوردی؟ از تو انجمن خریدم. چرا خریدی؟ خب میفروختن، منم خریدم، همه خریدم. هرچی بفروشن تو باید بخری؟ بهت میگم بیا اینجا رو امضا کن. بفرمایید امضا. میخوای بیا اینجا به اسلام خدمت کنی؟ نه، شما خدمت میکنی کافیه. میخوای کار بهت بدیم با حقوق حسابی؟ نه. ماشین میخوای؟ نه. خونه میخوای؟ نه. پس چی میخوای؟ میخوام تفنگتو زمین بذاری. متشکرم.